شناسنامه و قباله ازدواج من نیست. تو دفتر نذاشتین؟ نه. پیش بابا نیست؟ پیش بابات چی کار میکنه؟ خب حتما دوز زده دیگه. آخه شناسنامه و قباله ازدواج من به چه درد دوز میخوره؟ من خودم چند روز پیش تو کشم دیدم. آقا جون، آقا جون، آقا نمک برای شما سم. مامور اونه تو؟ نمک برای شما بده، خانم جونم حق داره. خدا ازش نگذره. برداشته آرد برنج ریخته تو نمک دون که من نمک نخورم. من آرد میخورم به جانم. خدا من با این زن چه کار کنم؟ سعید. بله بخندی. بخندی. طرفداری بکنی از خانم جونتون. من باید آقا جونو برده ببر خونهشون، خانم جونم تنهاست. منم اصلا حوصله ندارم. آرد بخورم به جای نمک. باشه چشم. آقا جون. بله. من آمادم. بریم؟ کجا؟ خونه دیگه. خانم جونم تنهاست. منتظر شماست. منتظر من؟ آره آقا جون. 10 دفعه گفت آقا جون که خونه نیست. انگار خونه خونه نیست. خانم جون این حرف زد؟ آره آقا جون. همه شاهدن. میتونیم بپرسیم. بله آقا جون. خود خانم جون گفت عاشق شماست. من نمیفهمم چرا شما اینو درک نمیکنید. بله. تازه منم گفته. بله به منم گفته. خب پس اگه اینطوری بریم. این کلاه و کت منو بیاری. بفرمایید. اما نه. خانم جون گفت ریخت منو نمیخواد. کی عاشق کیه؟ آخه آقا جون، خانم جون یه چیزی از روی عصبانیت گفتن. شما هم دیگه از خر شیطون بیاین پایین لطفا. ببخشینا. شما اکبر آقا سوار خر شیطون شدین؟ دو دستی هم پالونه چسبیدین نمیان پایین. بعد به من میگی؟ میل خودتونه. هر جور خودتون صلاح میدونی. باشو آقا جون دیگه. الان خانم جون دوباره زنگ زد. باشین دیگه قربتون. دوباره زنگ زد. آره. همه تون شکنجه جرد. همه تون. بریم برو. مامان، من آقا جونو که رسوندم بعد شب میرم پیش بابا. خداحافظ. خدا به سلامت. بله. سلام. خوبی؟ من خونه جدیدمون. الان قسم کن مامان جون. میشه نه. من بگو بیاد اینجا. اینجا؟ آره اینجا. مگه تیرداد نیست؟ بله. بهش بگو بیاد اینجا دیگه. چشم. ببین مامان میگن که خب تشریف بیارین اینجا. باشه. پس میخوای آدرس رو بنویس؟ ای بلدی؟ آها خیلی خوب. پس بیا دیگه. خداحافظ. من نمیتونم این مدارک من کجاست. هرچی میگردم پیداش نمیکنم. ای بابا نمیذارن که آدم حواسش به بازیش باشه. خیلی نمیفهمم که آشغال اینجا سر پیدا که نکردین؟ نه انگار آب شده رفته تو زمین. مامان هیچ فکر کردین سرنوشت ما چی میشه اگه شما طلاق بگیرین؟ چی میشه؟ سارا که داره عروسی میکنه، سعیدم باید یه فکری برای خودش بکنه. تو و شیرینم یا پیش من میمونین یا میرین پیش باباتون. اصلا تکلیفم هم باید با این باباتون روشن بشه. اگه قرار باشه بابت یک کلمه حرف که من همینجوری تو تلویزیون زدم قهر کنه که ای روزگار. تو برو به درس و مشقت برس. باشه.
الو، سلام سمیر جون، چطوری؟ فردا چی کاره ای؟ نه، بیا رستوران، باهات کار دارم. پرونده که زیاد دستت نیست. بچه ها، مامان رفت سراغ وکیل. با هلیکوپتر اومد؟ سلام، چه زود رسیدی، یه لحظه ببخش. مامان؟ رسیدن، من بگم یه دفعه گوشی سمیرا جون. نه، همونجا تو حیاط، تو نمیاری شا. من الان میام توی حیاط، شما بفرمایید. خب چرا یخ میزنن توی سرما؟ نه ترس، اینا فلان داغن، یه احمق تو کارشون نیست. مردی یا نه؟ بزن. سلام سارا، عشق ما در خطر. بیا تو خیلی. حالم بده. خب میخوای بشی؟ وایسا، خب میاد تکیه بده. سرم داره میترکه از درد. واسه چی؟ اه؟ چه خونه قشنگی خریدین، مبارکه. صدات چرا میلرزید؟ همینجوری. گل برای کی گرفتین؟ آخ ببخشین، واسه تو، یعنی واسه شما. داشت یادم میرفت، بیا بفرم. خیلی ممنون. خب با من چیکار داشتی؟ چجوری بگم؟ خب بگو دیگه. بابام، یعنی بابای واقعیم، اومده میگه من باید بیام خواستگاری. وا، به هیچ وجه. یعنی چه؟ یعنی یا باید با بابای واقعی یا زن بابام بیام خواستگاری، یا مامان بابای غیر واقعی. بابا میخواست زنگ بزنه بابا تو ببینه. بابای واقعیت؟ نه، اون یکی. نه اصلا. نه چیکار کنم، شماره رستوران داره، هر حال فردا قرار زنگ بزنه. زنگ نزنه رستوران بابای من. یعنی که بابای واقعی تو باید با مامان واقعی تو بیان خواستگاری من. همین. چه جوری؟ اون بابا رو چه کار کنم؟ اون مامان رو چه کار کنم؟ من دیگه نمیدونم، این مشکل تو تیر داد. یعنی منظورت اینه که نیام خواستگاری دیگه؟ وا، چرا نیای؟ خب با مامان بابای واقعیت بیا خواستگاری. 20 سال از هم جدا شدن، دست من نیست که. ببین به بابات بگو که یه وقت زنگ نزنه رستورانا، اونجا اصلا کسی نیست، ما تعطیل کردیم برای تغییر دکوراسیون. الان زنگ نزنه، بعدش رو چیکار کنیم؟ لا تا بعدش. عشق ما در خطر سر. عشق اگه راست راستکی باشه هیچ وقت در خطر نیست. آره آره، حق با تو، اگه راست راستکی باشه به هر حال در خطر. آقای عالی مقام، بابات خونه نیستن. شما از کجا میدونی نیستن؟ همینجوری گفتم، به هر حال همه هیچ کدوم از این پنجره ها نیستن. گفتم اگه هستن یه سلامی عرض کنم خدمتشون. حالا وقت زیاده برای این کارا. چیه؟ یه حس سرما رفت تو تمام تنم. آه خب پس دیگه میخوای برو دیگه. آره کار دارم اصلا. بله باید برم کار دارم. قربان تو، پای نداری تو. خدافظ. نه چرا؟ بله. سارا؟ بله. چیزی من نفهمیدم چی کار باید بکنم. اشکال نداره، منم نمیدونم، شما فعلا هیچ کاری نکن تا من بگم. خیلی خوب، خدافظ. خدافظ، برو دیگه، برو تیر رو. خدافظ. خب بگین دیگه خانم جون، شرایطتون رو بگین به آقا جون، من برم دیگه. بگو خانم چی میگی؟ این بچه منتظره چه، یا منه ببره یا شما رو؟ نمک سر سفره نمیذارم. خب دیگه شبا تلویزیون، چه فوتبال داشته باشه چه نداشته باشه در اختیار من، هر کانالی که دوست داشته باشم میگیرم. من تلویزیون 14 اینچ دارم، میارم از شما آقا جون. من با 14 اینچ از کجا بفهمم کی داره به کی گل میزنه؟ خب 20 اینچ میارم براتون، خوبه؟ خور رو پف بکنه بیدارش میکنه. من اصلا رخت خوابم میارم اینجا میندازم تو حال، همینجا میخوام. ایگه
تیکه دیگه شما هم تخفیف بدین خانم جون، دیگه نصف شب شد، یه لبخند به هم بزنی من با خیال راحت برم. جون من به خاطر نوه که شما میگین میوه، یه لبخند. خیلی خوب، همین خوبه، همین خوبه. من رفتم، شب بخیر آقا جون. خداحافظ خانم جون. شب بخیر بابا جان. به امان خدا. چیه؟ یه بار دیگه قهر کنی بری بیرون از خونه، دیگه خونه رات نمیدم. شما گفتی دیگه حوصله‌ات ندارم. گفته باشم، شما هم صد بار همینو گفتی. من قهر کردم گذاشتم رفتم. آخه من دلم زود میشکنه. یادت اون شب پاییز که مهتابی بود؟ منظورت پاییز 50 سال قبله؟ نخیر، هیچی یادم نیست. شما بهتر رخت خواب تا همینجا بندازی بخوابی. شب بخیر. ای بی احساس. خب من آمدم، میتونیم شروع کنیم. آره، ولی نمیدونم با این وضع تو تا کی میتونم روی تو و کار تو حساب کنم. حداقل تا 5 ماه دیگه خیالتون راحت راحت باشه. یعنی الان 4 ماهته؟ همین جوری هست. با سوپ سبزیجات به عنوان سوپ سرآشپز موافقید دیگه نه؟ دختر یا پسر؟ نمیدونم، نمیخوامم که بدونم. نمیخوای؟ چرا؟ من فقط میخوام یه مادر باشم واسه بچه‌م. آقا سلام علیکم. سلام عرض شد آقا. آقا محرمتتون کم نشه. چی میگی؟ چی میگی تو؟ میخواستم خدمت اکبر آقا سلام عرض کنم. خیلی خوب، سلام علیکم، حالت خوبه؟ عروس آقا نیا کن. آقا من چی میگی؟ اونجا چیه؟ چه خبره اونجا؟ آقا تشریف برین عروسک. بابا جان من یه تو فضولی، خواهش برو بکارت برس. بذار خالی یه دقیقه بارو بکارت برس. سیرابی سلام آقا موسا. سلام علیکم خانم، محرمتتون کم نشه. خسته نباشین. سلامت باشین. حسن خانم خیرخواه؟ بله هستم، بفرمایید. یا تو دفترن یا تو آشپزخونن یا تو سالونن یا گلاب بروتون. خیلی خوب، خودم پیداش میکنم. سلام. 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 این سمیراست. یه وقتی وکیل ما بوده، حالا داره جاخالی میده. چطوری؟ خوبم. اینم آرزو، سرآشپز پر رمز و راز. چطورین خانم؟ خوشبختم از آشنایتون. بیارین. با اجازت. کارم خیلی زیاده، پدرم در اومده. درد سری برای خودت درست کردی که خانم. خانم خانم ببخشید فضولی نباشه. وا موسا چرا اینجوری میکنی؟ اون رو برو اوستسی و اوست رحمت اومدن دیگه راشون نمیدی. از در و دیوار داره میباره، همه بدقول، همه. سمیرا جون بشین یه چایی برات بریزم. اکبرم داره دادخواست میده برای طلاق. میتونم متاسفانه. میدونی؟ دیشب زنگ زد گفت که میخواد تقاضای طلاق بکنه. چرا به تو زنگ زده؟ ببخشی نامینو جون، من رسما وکیل آقای عالی مقامم هستم. پس
اینجوری دیگه نمیتونی وکیل من باشی. به آقای عالی مقامم گفتم قبول نمیکنم این پرونده رو. یعنی میتونی وکیل من باشی؟ ها؟ نه دخالت نمیکنم، نه از طرف تو نه از طرف آقای عالی مقام. ولی سمیرا جون تو وکیل منی. تو طلاق نه، همچه قراری نداشتیم. اصلا چطوری میتونم؟ ببینم اکبر دیگه چی گفت. ببین مینو، من هیچ وقت از تو نپرسیدم چی شد که تو آقای عالی مقام اینطوری دعواتون شد. تو هم لطفاً هیچ وقت از من نخواه که تو قضیه طلاقتون دخالت کنم. اصلا نمیتونم. همیشه همه جا گفتم زن و شوهر موفق یعنی شما دوتا. همه چی عالی بود، فوق‌العاده بود. بود. حالا دیگه نیست. ندیدی سری یه جمله که من تو تلویزیون گفتم چه قشقرقی به پا کرد؟ مینو بهش برخورده، حق داره. حق داره؟ تو هم میگی اون حق داره؟ آره حق داره. من وکیلم، میفهمم وقتی یه کسی دار و ندارشو به نام یه نفر دیگه میکنه یعنی چی. تو نباید. تو هم طرف اونی؟ خیلی خوب. بیرون. مینو باشه میرم. یادت باشه اگر شوهر کردی درد دلت رو ببری یه جایی دیگه. مینو باور کن من طرف هیچ کسی نیستم. گفتم بیرون. من دیگه وکیل نمیخوام. تو عصبانی؟ معلومه که عصبانی هستم. اکبر جان عرض میخوام اگر خوشت آمده تمامش کنیم دیا. آره میخوامش. آقا پس مبارکه دیگه. فقط شما تشریف بیارین یه دونه از اون امضا قشنگاتون بندازیم پایین. من جای شما بودم عجله میکردم. این چرا؟ این ملک عین عسل میمونه. آقا هزار نفر باش خوابیدن اینها مینه؟ بله. طرف راضی نمیشد آقا. به جان خودم هزار مدل باش ور رفتم تا راضی شد. اینه؟ یه معمار تره فرز میخوام صفتر. سنتی کار. میخوام اینجا بشه یه رستوران کاملا سنتی. یه رستوران آروم و با کلاس. مثل غذاها و مشتریاش. باید با اون بر فرق کنه. اون بر سلیقه من نبود. دارم اتفاقا یه خوبش سراغ دارم. سلام. سلام آقای عالی مقام. عرض ادب دارم خدمتتون. خوبی شما قربان؟ عرض میخوام آقای جوادی، شما دعوت داشتین اینجا قربان؟ آقا رو بنده یه عمری که خدمت اکبر آقا و خانومش مودت دارم. دعوت چیه ای بابا؟ دستت درد نکن آقای جوادی. حالا دیگه داری دو سره بار میکنی. هم مشاور املاک اووری، هم مشاور املاک ایور. جواب سلام بنده رو نمیدی آقای عالی مقام؟ سلام آی عالی مقام. این و این به شما دارن کلک میزنن. 50 میلیون تومان دارن از شما اضافه میگیرن. من الان خونه همین صاحب این ملک بودم. گفت من 800 میلیون راضی بودم. اما اینا گفتن بگو 850 میلیون. اگر آقا من توضیح میدم خدمتتون.
توضیح میدم خدمت اکبر آقا جان تو این بین من و شما رو داره شکراب میکنه پاشو بزن به چاک بینیم بابا حرف میزنی خوده بگو جوادی قضیه چیه؟ عرض کنم خدمت سرور عزیز خودم جناب آقای عالی مقام اکبر با اون نمش چی خوردیم با هم به جان گفتم ساکت من نمیدونم چی میگه ای داره بره خودش خب میگفتی اکبر به جان اکرم با اون نمکی که خوردیم داره دروغ میگه جان تو آیا خواهش میکنم قربان بلیشون کنیم برن دنبال کارشون خواهش میکنم قربان خون خود رو تصویب نکنیم بذاریم برن دنبال کارشون قربان خواهش میکنم بفرمید بشینید خوب شد بنده زودتر به این قضیه پی بردم عزیز دلم بفرمید خواهش میکنم بلیشون کنیم اگه خواهر بیچارم زنش نبود میدونستم چیکارش کنم حیف حیف که بنده قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که این داداش من به همه نارو میزنه بنده حد زدم که تو این معامله هم داره کلک میزنه بلند شدم رفتم پیش آقای دکتر صاب ملک اینا رفتم بهش گفتن اکبر آقا هوله اگه بهش بگی 850 میلیون تومان میده 50 میلیون تومان هم بده به ما خیلی خوب طرفو بیار بانگای خودت همین فردا چشم اطاعت میکنم فردا ساعت 10 خوبه آره اشبر آقا ببخشین یه معمار خوب با تجربه هم دارم و رستوران سنتی میسازه بگم اونم بیاد خدمتتون ببینم تو پشت در گوش وایساده بودی آره به اونم بگو بیاد فقط زود بیاد که وقت نداریم باش چشم اشبر آقا ببخشین آن شما چقدر میتونین برای قولنامه بدین تا من همین الان ملک و واسه‌تون تحویل بگیرم فکر کنم 300 تاش که جوره بقیهش هم خونه رو میفروشم چون با پول فامیل تنها به جایی نمیرسه از همین حالا خونه رو بذار واسه فروش چشم اطاعت میکنم شما دستور بفرمایید به روی چشم تمامه چیه؟ خانم هست؟ بله ولی شما نمیتونیم بریم بالا واسه چی؟ خانم گفتن نمیشه من از خانم طلب دارم اون سیه بدبختم طلب داره خب تا دینار آخرش نگیرم اینجوری من نگاه نکن چی فکر کردی؟ طرف قرارداد شما آقاست تشریف ببری اونور اکبر آقا همونجاست من تو این رستوران کار کردم از خانم طلب کردم میرم وزارت کار در اینجا رو پلم کنم برو کنار ببینم کنار برو چی کنار ببینم برو کنار ببینم بلش کن اون سلامت بی خیال شو من ایوا اون چه خبره؟ دعوا شد آقا دلم خواستم دلم خواستم دلم خواستم سلام خواهد سلام بکنه تا خواهد بکنه بلم چه خواهد بگم بکنه تا شا
شما چرا اینجوری میکنی؟ دعواس آقا. سلام آقا. بل کنی هم دیگر ببینم. آقا نمیذاره بریم تو. بریم تو چیکار؟ با خورد حسابم مونده آقا. هم من هم موسسی. موسا. باشین. باشین یالا. بلند شین. اینو بفروش. بذار سرت. اینجا چه خبره؟ از من میپرسی؟ آدم آوردی شر بپا کنی؟ حق حقوقشونو بده برن دیگه. چه شری؟ من چه میدونم حقشون چیه؟ من هرچی بهشون میگم میگن آقا گفته پاداش داره. لابد دارن دیگه. پاداشو شما میدی آقا. من اینجا فقط دستمزد میدم. صبر کن اینا. من بهتون میدم. را بیفتیم بریم. از امروز با من کار میکنیم. را بیفتیم. موتور تو بردی بیاد. بردی بیا موتور رو. برو آقا جون. برو. برو وای نست. برو. من میدم بهشون. بریم. خودت هم برد را بیفتیم. برو. موسا. بله خانم. تو میدونی اون تو چی کار میکنن؟ والا سر در نیوردم خانم. بروبیا که دارن. همچین مشکوکم میزنن. خانم من مطمئنم اینا مورد دارن. خیلی خوب. چطور اوسسی؟ واسه سنتی حرف نداره آقا. مبارک. پس یه قلم کاغذ بردار. هر چی واسه آشپزخونه لازمه بنویس. میخوام اینجا دیزی هم بزنم. حواست باشه. چشم آقا. چی میشه آقا به جون خودم؟ قیامت میشه جون خودم. اکبر آقا. ما هم دیگه نرمون بر دیگه درسته؟ دیگه پاتونم اون بر نذاری. هر دوتون از این بعد میان همینجا پیش خودم. از همین الانم استخدامیم با بیمه و همه چی. خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون. به جمعی حالا هر چی خرت پرت اینجا هست بریزیم بیرون. باید زود راش بندازیم، وقت تو تلف نکنیم. چشم اکبر آقا. بریم اکبر آقا. اوسسی، کلید روی دره. هر کی اومد برای بازدید بگو ملک فروش رفته، مشتری نداره. مال آقای عالی مقامه. آقا مبارکه. خیلی مبارکه. به جامی. دیزی هم بزنی عالی ها. من کنم عاشق دیزی هم. یک کبابی بزنم که هرچی رستوران ساندویجی پیتزایی تخته کنه بره دنباله یک کار دیگه. چی گفتم؟ نگفتم اکبر آقا رو اینجوری نگاش نکن. نگفتم اگه بخواد تو سه سوت رستوران میزنه. دمش گرم بابا. اینه. اینه. بفرما. به موقع نشونت میدم کباب یعنی چی. ببینیم و تعریف کنیم. فریب اون داده نکم خانم. یعنی میدانی چیه این؟
جوادی خدا نداره کورمانده ای با اون یارو صاحب ملکه با همدیه لابی کرده بودن بروای خاک بابا قسم نخور من تو رو میشناسم بله آدمی زده دیه خطا خورده از جای ذوالخطاست خب روزی چند بار جای ذوالخطاست عرض کردم خدمت تقصیر من نبود این یارو جوادی برو پیش جوادی نذار کار از کار بگذره اکرم خانم مثل که شما ملتفت نشدی من گفتم برو پیش جوادی ای میگه جوادی من برم پیش جوادی چی بگم من میگم اون تقصیر کار من برم پیش جوادی سوزنت گیر کرده نه اون جوادی که این جوادی او بدتر سگ زرد برادر شغاله اون بی همه چیز آمده جلو اکبر بره خاطر تومنی یه قران کمیسیون مانه خراب میکنه میگه که من و داداشش یعنی دست ما توی یه کاسه بوده وقت تو میگی من برم پیش او چی بگم راستشو بگو وگرنه من میدونم و تو خود راستش همینی که من بهشت گفتم دیگه تو آبروی منو بردی میفهمی؟ دست درد نکنه بعد یه عمر زندگی صادقانه و سراسر وفاداری بازم به من شک داری بعدش هم میری پیش داداشم اینقدر ازش عذرخواهی میکنی تا ببخشتت فهمیدی؟ برم کجا آخه چی بگم من؟ پس چرا وایسادی؟ کفشات ولی دست درد نکنه بعد یه اون زندگی صادقانه به سراسر وفاداری حالا از ما شد یه دفعه دیگه سفتر فقط یه دفعه دیگه از این غلطا با من بکنی کاری باید میکنم که اکبر جان به جان اون یه دنه خواهرت که میخوام دنیا نباشه اصلا من نمیدانستم این جوادی کوچیکه این میخواد منم دور بزنه ای 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 بی همه چیز جانوری یه الف بچه چی شده خب بس دیگه این دفعه هم بخاطر اون خواهر بدبختم ندید بگیرم قربانت برم اکبر جان بزن من این ماچه لازم نکرده این سیرا رو پوست بکن بینم اکبر جان نمیشه حالا بیخیال این میرزا قاسمی بشیم من شب یه قرار مهمی دارم بوسی رو اینا اگه ناراحتی تشریف ببر ساندویچی سر کوچه نه بابا نه همجوری گفتم ممکنه تمیلان چشم خواهر بیچاره من یه اون پخته گوشت جلوت لوم موندی عادت کردی اصلا شما فامیلتن تن پرور و بی خاصیتی میگم تنهایی اکبر جان به چا کجا؟ نمیدونم دیگه هر جایی باشن کم کم پیداشون میشه فردا هم قراره قولنامه ساختمون رو بنویسیم و شروع کنیم انشالله چه پولی؟ میگم پولش چی؟ جوره؟ جور میشه خدا بزرگه خونه رو گذاشتم واسه فروش بعدم با همون پولایی که از فامیل جور کردیم را میندازیم کارو چی میگه پول فامیل انگار میتونیم باش نصف تهران معامله بکنیم کدام پول اکبر جان کم هم نیست کمپلت 200 میلیون هم جمع نشده
بیا اینجوری به سر کن که همه ببینن قشنگ. خور شود آن که نتوان دید. سسی، میخه سرکش بیار. برو بالا آوردم. چون خوبه؟ ما همسایه‌ای میخوام رستوران بزنیم اینجا. خدمت میرسیم. حیف که سواد درستابی نداری. بفهمید چه بلایی به سرتون داره میاد. چی کار میخوایم بکنید؟ یه کاری میکنیم که شما راحت باشی. اینجا واسه خودت صف درست نکنی واسه مردم. باش تا صبح دولتت بدم. دمیده داداش. شما به فکر یه شغل دیگه باش. به خانمم بگو یه مگس‌کش بخره که بیکار نمونی. اه؟ جدن؟ بالا رفتی بالا نشی شدی حرفای گنده گنده میزنی. میخوای تکونت بدم حالا جدی ها؟ چه داری میکنی؟ قبلا چه داری میکنی؟ اه دارم درخت پو میدم گردو بریزه. لغوز داره من میخونی. کی مجرد؟ کجا داری میبری؟ کمک! موسسی کجایی؟ موسسی! یه نفر به دادم برسه! موسسی! موسسی کجایی؟ کمک! چی شده اوس رامن؟ یه کاری بکن موسسی برای چی باشدادی؟ پس نردبون کو؟ بردون نامرد موسا. برم بیافتم کمک! بیاین کمک، بیاین خواهی بگیر سرشو. آه، یکم بیاین برتر، بیاین جلوتر، محکمش کن. آه، بفر نه، نه، بابا محکمه. نه، مزن آتش بشانی بیاد. بابا آتش بشانی چیه؟ خودمون یه با آتش بشانی. شما ندیدین شناسنامه منو؟ عجب گرفتاری دارم منو. شک ندارم مامانتون برده. بابا من میخوام برم قولنامه ملکو بنویسم. عجب گرفتاری شدم من. پیدا نشد؟ نه خیر. ببین سارا، برو به مامانت بگو شناسنامه رو برداره بیاره بده. وگرنه هر چی دیده چش خودش دیده ها. پیش مامان نیست. انگار شما همین دیروز پریروز مدارک رو گذاشتی تو کشو، مگه نه؟ دیروز بود؟ آره به جان خودم. بچه رو نیست؟ جایی نمونده که نگشته باشم، دزدم که به خونه نزده. خب بابا جون میخواین شما بریم به قرارتون برسین، ما خودمون براتون میگردیم پیداش میکنیم. سلام. پیش شماست؟ آره؟ گفتم فرهاد بیاره پیشمونه. بهش بگو هرچه زودتر بیاره. باباتون فکر میکنه زیر سر مادرتون شر بالا میگیره ها. دایی شما چرا دست رو دست گذاشتین؟ اینا دارن طلاق میگیرن ها. کی به حرف من گوش میده دایی؟ اگه بابا رستوران رو را بندازه اونم درست رو به روی رستوران مامان، خب دیگه جنگ مغلوبه است. میدونم.